18 اسفند ماه 1396 خورشیدی و 9 مارس 2018 میلادی. امشب در صفحه آخر میپردازیم به بازخوانی پرونده زهرا کاظمی که در زندان اوین شکنجه شد و با دخالت دادستان وقت سعید مرتضوی به قتل رسید. پرده آخرم که طبق معمول آخر برنامه. تقدیمی این هفته یه مقدمه لازم داره. بذاریم براتون بخونم. بیش از 33,000 نفر نیروی شاغل در شوراهای حل اختلاف کار میکنند که به 3,300,000 پرونده قضایی رسیدگی کردند. من فقط یک خبر در پیوند با همین شوراهای حل اختلاف براتون خوندم. حجت الاسلام محمد مهدی احمدی میانجی معاون قوه قضاییه و رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف میگوید شوراهای حل اختلاف از ابتدای فروردین 95 تا اسفند 95 در طول یک سال 2410 میلیارد ریال درآمد به حساب خزانه واریز کردند، در حالی که درآمد پیش بینی شده 1500 میلیارد ریال بود. یعنی چی؟ یعنی برای اولین بار بیشتر از درآمد پیش بینی شده، 1100 میلیارد بیشتر از درآمد پیش بینی شده ما درآوردیم. چرا؟ چون از مراجعه کننده میگیرن پول، از مردم میگیرن. این بار دیگه مثل بودجه دولت نیست که همیشه کم میره. بعد کجا میره؟ میره خزانه دولت. بعد به اون 34,000 نفر پرسنل شورای حل اختلاف چی میرسه؟ از این درآمد 26 دیماه 96 قاضی پور نماینده مجلس در سال 95 پیش بینی شده بود 150 میلیارد تومان از رسیدگی به پرونده ها در شورای حل اختلاف کسب درآمد می شود که بر اساس گزارش های واصله این درآمد به 260 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده، یعنی 110 میلیارد تومان مازاد درآمد داشته اید اما تنها 65 میلیارد تومان تخصیص یافته است. قاضی پور با بیان اینکه 195 میلیارد تومان باقی مانده به حقوق بگیران نجومی پرداخت شده عنوان کرد، آیا سزاوار از تحصیل کرده های لیسانس، ارشد و دکترا که متأهل هم هستند ماهانه 180 تا 200 هزار تومان حقوق بگیرن؟ تقدیمی امشب به محمد مهدی احمدی میانجی معاون قوه قضاییه و رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف. بنده نیروی کار شورای حل اختلاف هستم با لیسانس حقوق. 11 سال از عمرم در شورا گذشته. با حقوق ماهانه 60 تومن شروع به کار کردم. حال حقوق ما رسیده به 200,000 تومن. آیا درست در جمهوری اسلامی بنده با لیسانس حقوق 11 سال از عمرم در این شورا گذراندم با مای 200,000 تومان؟ همشم به امید این بودیم امسال سال دیگه دستور رهبری، دستور رئیس قوه قضاییه ما رو جذب نیروهای دادگستری میکنن و پای حقوق میشه. در صورتی که رئیس شوراهای ما که ما زحمت ها همه رو دوش پرونده سازی ها کارهای اداری مال ما هسته، رئیس هایی گذاشتن برای این شورا ها، همشون کارمند های اداره کشاورزی، بانک، نیروهای کاری هستن که در ادارات دیگه یا مشغول به کار هستن، عصرا میان نیم ساعت وقتشون اونجا میگذارن یا بازنشست های هستن، اونا حداقل حقوقشون 3 میلیون 4 میلیونه و ما نیروی کار جوان و این درد دل نزدیک 35,000 نفر از جوانای این مملکت هست که در هر شهری چند شعبه شورای حل اختلاف هست و حداقل 50% بار دادگستری رو ما به دوش میکشیم. اکثر پرونده ها رو ما رسیدگی میکنیم. خواهش میکنم، تمنا میکنم صدای من به گوش رهبر رئیس قوه قضاییه برسونه. آیا درست ما جوونیمون گذاشتیم و الان تو سنی هستیم که هر جا میریم میگن سنتون بالای دیگه نمیتونه جای کار بگیره؟
آقای مرتضوی در رابطه با همون قضایی که عریضک متهم شد به معاونت در قتل عمد، محکوم شد به 5 سال حبس. دادگاه تجدید نظر اومد گفت به دلیل اینکه ایشون اومد رسما عذرخواهی کرد از شوکان، 5 سال حبس او را تقلیل داد به 2 سال. بله، وکیل مدافع اولیای دم مرحوم روح الامینی آقای طاهری، یکی از وکلا، میگوید پرونده متهم برای اجرای حکم به شعبه دوم دادسرای کارکنان دولت ارجاع شده بود، پرونده مرتضوی، که صبح شنبه 12 اسفند برای پیگیری پرونده به دادسرای مربوطه مراجعه کردم که به بنده اعلام شد حکم جلب سعید مرتضوی صادر شده و موضوع در دست اقدام و پیگیری است. 14 اسفند 96، یک روز بعد از اینکه وکیل خانواده روح الامینی از صدور حکم جلب سعید مرتضوی خبر داد، مرتضوی با فرستادن جوابیه به روزنامه شرق در این باره توضیحاتی داد. متن جوابیه به این شرح است: عطف به مصاحبه وکیل آقای عبدالحسین روح الامینی مبنی بر صدور حکم جلب برای این جانب، روح الامینی که میدونید یکی از بچه های گلی بود که تو ماجرای کهریزک کشته شد و پدرش همچنان ماجرا رو دنبال کرده و الانم بنا به ادامه شکایت و اعتراضات پدر روح الامینی که آقای عبدالحسین روح الامینی هستند، سرانجام سعید مرتضوی به 2 سال حبس تعزیری، حبس اجباری محکوم شده. خب حالا میگن حکم جلبش در اومده. آقای سعید مرتضوی برمی‌داره یک نامه می‌نویسه. شایسته است توضیحات ذیل به عنوان این نامه مرتضوی، جوابیه به استناد ماده 23 قانون مطبوعات در آن مطبعه درج گردد. 1. تا به حال از طرف اجرای احکام هیچ گونه احضار یا دعوتی از این جانب یا ضامن به عمل نیامده، بنابراین چنانچه بدون طی مراحل آیین دادرسی اقدامی هم صورت گرفته باشد، این جانب از آن بی اطلاع بوده و خلاف قانون و رویه معمول در اجرای احکام و آیین دادرسی عمل شده است. 2. این جانب سعید مرتضوی افتخار می کند که سالهای متمادی در پرخطرترین سنگرهای قوه قضاییه خدمت صادقانه نموده و بر اساس برآورد قوه قضاییه به عنوان مدیر نمونه کشوری در کسوت دادستانی تهران شناخته شدم. 3. یه سری وزاریات همینجوری این بافته و بعدم نوشته در رابطه با شکایت جدید آقای روح الامینی به اتهام معاونت در قتل که اخیراً منتهی به صدور 2 سال حبس تعزیری گردید، ایشان در سال 1388 و قبل از این شکایت جدید در همین مورد و همین موضوع شکایت نموده بودند که با صدور قرار منع تعقیب، عدم انتساب این اتهام به این جانب ثابت و با تأیید این قرار در مرجع اظهار نظر قطعی و لازم الاجرا گردید، که در واقع شکایت جدید واجد وصف اعتبار امر مختومه و ممنوعیت رسیدگی مجدد بوده است. یعنی کشک، یعنی اگه بنده نمی اومدم تو همین دادگاه های سوری شرکت کنم، دلیل داشتم. شما کی هستین؟ حالا هم به دلایلی که فرمودم حکمتون یعنی کشک. اگه نمی فهمین منظور از مرجع اظهار نظر که حکم براءت منو تایید کرده کیه، خب بریم بفهمین. شب قبل از اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده کهریزک، 7 اسفند 91، سیمای جمهوری اسلامی اعلام میکنه دادگاه علنی است. دقایق قبل از آغاز دادگاه، علارغم اینکه قرار بود دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان کهریزک به صورت علنی برگزار شود، اعلام شد که این دادگاه غیر علنی و بدون حضور خبرنگاران و همراهان شاکیان برگزار میشود. صبح روز سه‌شنبه 8 اسفند 91 اولین جلسه دادگاه برگزار شد. یک منبع آگاه نزدیک به دولت گفت که سعید مرتضوی قرار بوده نوار مکالمه خود با مجتبی خامنه‌ای را به همراه ببرد و برای دفاع از خود در صورت نیاز برای حضار در دادگاه پخش کند. این منبع آگاه گفته که در این نوار ضبط شده
سعید مرتضوی در روزهای 18 تیر و پس از آن در خصوص وضعیت و نحوه برخورد با بازداشت شدگان که به کهریزک منتقل شده بودند از مجتبی خامنه‌ای تعیین تکلیف کرده است. و خب رئیس دادگاه طبیعتاً میگه آقا ببندین درو، چی ما اصلا خر ما از کردگی دم نداشت، نوار چی کشک چی. دادگاه مثلا دادگاه غیر علنی جمعش میکنیم. اینو برای نمونه عرض کردم تا بگم اینکه تو همین چند روز اخیر آقای یونسی وزیر اطلاعات دوره خاتمی و یکی دوتا از مدیرای اون دوره میان پرونده قتل زهرا کاظمی به دست مرتضوی رو دوباره مطرح میکنن. دلیلش این نیست که مرتضوی رو یه لگدم بهش بزنن حالا که دارن مثلا میبرنش زندان، یعنی که کسی که افتاده یکم بزن بهش. دلیلش اینه که تجربه نشون داده که اولا هرچی اعتراضای سراسری بیشتر بشه، هرچی مردم جلوتر بیان، خود حضرات پته همدیگه رو بیشتر میریزن رو. فکر میکنم برای عاقبتشون خوبه. ثانیاً سر همین زندان رفتن ظاهری دو ساله هم دعواست بین زعمای قوم، به همین دلیلی که مرتضوی میاد نامه میده که حکم جلب چی کشک چی، کسی کار غیر قانونی کرده که برای من حکم زده. نوشته بود دیگه، خوندم براتون، نوشته چنانچه 14 اسفند چنانچه اقدامی هم صورت گرفته باشد این جانب از آن بی اطلاع بوده و خلاف قانون رویه معمول در اجرای احکام و آیین دادرسی عمل شده است. یعنی شما خلاف کردین برای بنده حکم جهت فرست. واقعا این قانون چه موم نرمیه تو جمهوری اسلامی که هر کی میتونه به هر شکلی بخواد درش بیاره. همه استناد میکنن به قانون. 14 سال پیش هم زهرا کاظمی عکاس خبرنگار 55 ساله ایرانی کانادایی دم زندان اوین داشته از تجمع خانواده دانشجوهای زندانی عکس میگرفته که مامورا میگیرنش و طبق قانون میبرنش تو اوین و طبق قانون زیر دست مامورای جمهوری اسلامی در زندان کشته میشه. قاتلای زهرا کاظمی 14 سال پیش با استناد به قانون گفتن زهرا کاظمی جاسوس بوده و تو زندان خودکشی کرده و ما رأفت اسلامی به خرج دادیم بردیمش بیمارستان، تو بیمارستان مرد طبق قانون. الان بعد از 14 سال علی یونسی وزیر اطلاعات اون موقع اومده میگه زهرا کاظمی جاسوس نبود، مرتضوی قاتل اونه. در پرونده این حرفای یونسیه میخونم خدمتون. در پرونده زهرا کاظمی دادستان وقت سعید مرتضوی اصرار داشت که خانم کاظمی جاسوس است. برای بررسی این موضوع ما در وزارت اطلاعات دو کارشناس ضد جاسوسی این وزارتخانه را مأمور کردیم تا در هتلی با این خانم مصاحبه کنند. این کارشناسان پس از مصاحبه با وی رسما اعلام کردند که به لحاظ فنی و علمی زهرا کاظمی جاسوس نیست. اما دادستان وقت تهران یعنی آقای سعید مرتضوی بر اصرار خود باقی ماند و این پرونده را از وزارت اطلاعات تحویل گرفت و به اطلاعات نیروی انتظامی واگذار کرد. تا اینجا یعنی چی؟ یعنی مرتضوی در این پرونده مجرمه. همون حرفی که وکلای خانواده کاظمی 14 سال پیش با اصرار و ادله مطرح کردن و نتیجه شد زندانی شدن همه وکلای تراز اولی که روی این پرونده کار میکردن، از جمله محمد سیف‌زاده و عبدالفتاح سلطانی و بسته شدن کانون مدافعان حقوق بشر که وکالت خانواده زهرا کاظمی رو به عهده گرفته بود. این جنایت هم همه بر طبق همون قانونی که مرتضوی میگه انجام شد. بقیه حرفای علی یونسی وزیر اطلاعات 14 سال پیش درباره آن چیزی که بعد از دستگیری زهرا کاظمی داخل محوطه زندان اوین اتفاق میفته، یونسی اینا رو در مصاحبه با روزنامه ایران میگه. ششم اسفند 96 زهرا کاظمی گویا در فرایند بازرسی، تحویل اشیا و انتقال به بازداشتگاه و نه در بازجویی، در همون اول به دلیل مقاومت برای تحویل اشیای امراه خود مورد ضرب و شتم قرار میگیرد و سر او به جدول خیابان اصابت میکند، منظور داخل اوین ها، و منجر به خونریزی مغزی او می شود که اگر چنانچه به موقع او را به بیمارستان منتقل می کردن حتما او نجات می یافت. ببینین یونسی هنوزم بعد از 14 سال همه حقیقت رو نمیگه. نمیگه که اون ضربه اول بود،
شکنجه های بعدی و ضربه های بعدی هم بوده که باعث مرگ شده. با آقای محمد سیف‌زاده، حقوقدان، قاضی سابق و وکیل دادگستری، وکیل خانواده زهرا کاظمی صحبت میکردم. حقیقت رو اجازه بدین از ایشون بشنویم. چه اتفاقی میفته جلوی اوین روز دوم تیر ماه 1382؟ ایشون آمده بوده و در حال مصاحبه و عکسبرداری بوده. اینو میبرن داخل که شما از نقطه ممنوعه دارید عکسبرداری میکنید، در حالی که من سه شنبه ها که مرتب میرفتم زندان و به زندانی های سیاسی سر میزدم، موکلینمون، چنین تابلوی اونجا نصب نبود و اونجا مثلا منطقه ممنوعه نبود و میخواستن دوربین رو ازش بگیرن. خانم زهرا کاظمی فیلم رو در میاره، در دوربین رو باز میکنه و فیلم رو میسوزونه. علارغمی که فیلم رو میسوزونه، اطرافش رو میگیرن و برای اینکه دوربین از دستش در بیارن. در همین حال یکی از افراد اونجا میگه که اگر نمیتونین، از مقامات قضایی نمیتونین اینو از دستش بگیرین، من کشتیگر مأمور کنم، که یک نفر از پشت اونو بغل میکنه و فرد دیگه با مش میخوابونه به قسمت گونه چپ ایشون و ایشون میخوره زمین، میخوره زمین و حالش بد میشه. حالا این که در اثر اصابت مشت بوده یا این که سر فرقی در اصل جرم نداره. بعدن ایشونو حالش که بهتر میشه میبرن برای ادامه تحقیقات در دادسرا و نمیبرنش پلو دکتر. خب از اون زمان، از اون تاریخ تا زمان فوت، دست کم یک بار دیگه به سر خانم زهرا کاظمی ضربه وارد میشه در زندان. در نیمه شب مورخ 5 تیر 82، یعنی 3 روز بعد از بازداشت، مرتضوی و قاضی ارجمندی و یک مأمور دیگر با شکستن مهرموم زندان وارد بند خانم زهرا کاظمی شده و بیش از 4 ساعت تحقیقاتی از بین نمودند. تو همین 4 ساعته که با حضور مرتضوی خانم زهرا کاظمی شکنجه میشه، با ضربه نهایی که به سرش میخوره به اغما میره. ساعت 11:25 شب میبرنش بیمارستان بقیت الله سپاه و بعد از 3 روز که تو اغما بوده، ساعت 2:20 بامداد مرگ مغزی برگشت ناپذیر و فوت. تاریخ فوت زهرا کاظمی را 8 روز دیرتر، یعنی 16 تیر ماه اعلام میکنند تا آثار ضرب و جرح و شکنجه به مرور زمان از بین برود. به نظر پزشکی قانونی، جمجمه زهرا کاظمی دارای شکستگی بوده و ضربه وارده و محل ورود ضربه نوعاً کشنده بوده است. اینایی که من دارم براتون میخونم گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس ششم ها. خب موضوع قتل خانم کاظمی رو هم مجلس دنبال میکرد، هم وزارت اطلاعات. چرا وزارت اطلاعات به ویژه که مسئول رسیدگی به جاسوسان و وضعیت شهروندان کشورهای دیگه است، چرا وزارت اطلاعات خودش کنار کشید از این ماجرا؟ وزارت اطلاعات در اون موقع شروع میکنه به تحقیقات مفصلی پیرامون این قضیه کار کردن. مرتضوی به محضی که متوجه میشه که پرونده داره به نتیجه میرسه، پرونده رو از وزارت اطلاعات میگیره و میده به یکی از بازپرس‌های خودش و تقریبا از همین جا پرونده از مسیر خارج میشه. موضوع اولا قتل غیر عمد، قتل عمد میشه قتل غیر عمد و اونم به مأمور وزارت اطلاعات تفهیم اتهام میشه با صحبت‌هایی که معاون آقای مرتضوی با بازپرس میکنه. این معاون هنوز معلوم نیست دقیقا کیه، اون ارجمندیه یا به هر حال ببینید، معاون امنیت دادستان در زمانی که مرتضوی دادستان بود قاضی حداد بود و معاون دیگرش حیدری فرد که معروف بود به اسای دست مرتضوی.
قاضی حداد حسن زارع دهنوی از طریق اصطلاح لاجبردی میاد دادستانی اوین همون سال 60، بعد از مدتی دادیار زندان میشه، بعد از رسوایی مالی و اخلاقی از مقام خودش برکنار میشه، بعد از سالها سعید مرتضوی که دادستان تهران میشه میارتش به عنوان معاون امنیت دادستان تهران منصوبش میکنه. وحشی ها و دوزه هم دیگر رو خوب پیدا میکنن. حکم پرونده خیلی از بازداشت شده های سال 88 همین قاضی حداد داد و همکار مرتضوی بود تو انتقال بچه های مردم به سوله های مرگ کهریزک که به همین دلیل هم معلق شد و اینها. معاون دیگه مرتضوی که تو جنایت کهریزک دست داشت مستقیم علی اکبر حیدری فرد بود که الان به دلیل مالی زندانه، دوزی کرده زندان. این شخص نماینده اتحادیه قهوه خانه‌داران تهران بود، قهوه خونه داشت، بعد شد مشاور حقوقی بانک رفاه. نمیدونم چجوری بعد شد مشاور اداره کل امنیتی انتظامی استانداری تهران زمان احمدی نژاد، بعد شد قاضی و دادیار دادگاه انقلاب اسلامی و مشاور و معاون سعید مرتضوی دادستان تهران. افزون بر این دوتا توی دادگاه های مربوط به پرونده زهرا کاظمی فرد دیگری بود که بهش میگن دکتر جعفر رشادتی به عنوان معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران. جعفر رشادتی سرپرست دادسرای ویژه امور جنایی تهران بود که وقتی که یه جلسه میره دادگاه کیفری این پرونده زهرا کاظمی همین شخص اونجا به عنوان معاون دادستان حضور داشت. 28 فروردین 83، حالا گوش بدیم که اینا چجوری میان بالا، مثلا یه نمونه شو. 28 فروردین 83 وقتی سعید مرتضوی به عنوان مدیر نمونه کشور معرفی میشود، رشادتی و چند قاضی و دادرس و دادیار دیگه از هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه تشکر میکنند که مرتضوی رو به عنوان مدیر نمونه قوه قضاییه معرفی کرده. خب کمتر از سه ماه بعد خود رشادتی و چند تا دیگه به عنوان قضات نمونه کشور معرفی میشن. ببینین چه بازار مکاری است واقعا این مملکت و این دستگاه عدل اسلامی. ششم تیر 83 بود. 41 قاضی منتخب مردم از سراسر کشور از رئیس قوه قضاییه لوح تقدیر دریافت کردند. جعفر رشادتی تو همینا بود و که قبلش گفتم چه کاری کرد بود. الان همین آقای رشادتی، آقای دکتر جعفر رشادتی رئیس مرکز ارتباط مردمی قوه قضایی است. چیزی برای همینه که میگم گر حکم شود که مست گیرن در شهر هر آن که هست گیرن، کی کیو میخواد داخل دنبال کنه؟ همه دستشون تو جنایت، همه با هم بودن. آقای سیف زاده، وکلای پرونده که همه از کانون مدافعان حقوق بشر بودین، چقدر تونستین پرونده رو واقعا دنبال کنین؟ شاید یک ماه هم بیشتر کشید که میرفتیم، نزدیک به 20 جلد پرونده قطور بود، اینا رو همه رو خوندیم. تقریبا زمانی که بنا بود دادگاه تشکیل بشه رئیس دادگاه رو عوض کردن، و در جلسه اول که خب این دفاعیاتم به لحاظ این که من قاضی که بودم بیشتر کار کیفری کرده بودم، همکارانمون به عهده من گذاشتن. جلسه بعد که مسائل داشت روشن می شد اینها، یک مرتبه دادگاه علنی رو غیر علنی کردن و پرونده هم رأی صادر شد که ایشون در یک وضعیت مثلا ماده 255 قانون مجازات اسلامی رو استناد کرده بودند که اختصاص دارد به قتلی که در یک ازدحام و شلوغی در بیابانی اتفاق میفته و قاتل مشخص نیست. خب بعد پرونده گویا رفت به دادگاه تجدید نظر، چه اتفاق افتاد؟ دادگاه تجدید نظرم ما اعتراض کردیم
از ابتدا اعتراض ما این بود که مطلقاً دادگاه عمومی صالح به رسیدگی نیست. از ابتدا چون موضوع قتل عمد هست باید در دادگاه کیفری یک رسیدگی بشه. اما دادگاه تجدید نظر هم که دنبال رو همون مقاصد بود آمد برای اینکه ما با اعتراض غیرعلنی بودن دادگاه روبرو نکنیم دادگاه رو، آمدن کارمنده دادگستری رو در دادگاه نشاندن که دیگه جایی بر خبرنگارها اینها نبود. در این دادگاه همکار بسیار عزیزمون جناب آقای سلطانی خب هدف گرفتن که به اصطلاح قاتل کی هست. به محضی که ایشون آمد بیرون از طرف آقای مرتضوی پرونده جاسوسی بر ایشون ساخته شد که خب به لحاظ مصاحبه هایی که من می کردم اون زمان رئیس دادگستری گفت چی می خواهید؟ گفتیم که این به یه دادگاه مستقل، این در دادگاه تجدید نظر برود چون به حبس محکوم کردن، 6 سال حبس به آقای سلطانی دادن و به اون دادگاه تجدید نظر رفت. در اونجا حکم براءت آقای سلطانی دادن، همین اتهامو مجددن برای آقای سلطانی ساختن، مجددن همیشون تبرئه شد و بر بار سوم که الان در زندان هست باز یکی از اتهامات ایشون به این صورت بود. بعد در دیوان عالی کشور نهایتاً درباره پرونده چه تصمیمی گرفته شد؟ شعبه 15 دیوان عالی کشور رأی را شکست و گفتش که این پرونده قتل به قتل عمد رسیدگی نشده و همچنین باید در دادگاه کیفری یک به موضوع رسیدگی بشه بدون، یعنی همون اعتراض ما رو وارد دانست. که خب یک جلسه هم در خدمت سرکار خانم بادی در دادگاه کیفری یک شرکت کردیم و بعد هم خب اطلاع دارید حمله کردن در زمان به اصطلاح آقای احمدی نژاد وزیر کشور، اون دستور حمله صادر شد به کانون مدافعان حقوق بشر و اولین کسی هم که بازداشت شد من بودم و بعد هم خب جناب آقای سلطانی. بله، عبدالفتاح سلطانی تو دادگاهی که صحبتش شد مطرح کردن آقای سیف زاده به طور غیر مستقیم دادستان تهران مرتضوی رو مسئول قتل زهرا کاظمی مطرح میکنه بدون اینکه اسمش رو برای روشن بوده دید. که بعد گفتن آقای سیف‌زاده همین مرتضوی بلافاصله ازش انتقام میگیره، مجازات اون لحظه دادخواهی زندان همچنان امروز آقای عبدالفتاح سلطانی است. اما در پیوند با چگونگی قتل زهرا کاظمی آنچه گفته شده این است که دوبار ضربه به سر ایشون خورده، بار دوم هم در داخل اوین با حضور مرتضوی بوده، یعنی وقتی جسد و پزشک قانونی خودشون معاینه میکنه یکی از مواردی که اعلام میکنه شکاف ناشی از ضربه جسم سخت روی سر خانم کاظمی بوده. در ارتباط با ضربه که به دو قسمت سر زهرا کاظمی وارد شده بود، یکی همون ضربه است که لدل ورود در اوین وارد میشه، از وارد زندان اوین که میشین، یکی هم موقعی که شب پنجم تیر هست اگر اشتباه نکنم، آقای مرتضوی 3 نفر میرن داخل زندان که الان اخیران هم خب دیدید افشا شد که اون دفتر زندان دستکاری شده بود و در اونجا حال زهرا کاظمی به هم میخوره. حالا بنابراین ضربه دیگه هم بوده در کار. اینها زهرا کاظمی رو به بیمارستان میبرند و در آنجا به دروغ میگویند که ایشون در اثر اعتصاب قضا وضعش به این صورت شده و پزشکان که از این موضوع فکر میکنن اینها دارن راست میگن دنبال این مسئله میرن، در حالی که مسئله ایشون ضربه مغزی بوده و نهایتا ایشون فوت میکنه. در همین پرونده تعدادی شهادت داده بودن که چه کسی کتک زده
زهرا کاظمی رو که از سربازها و مامورین زندان اوین که اینا رو همه رو حالا گرفتن و مدتی بازداشت کردن تا اینها شهادت خودشون رو پس گرفتن. حالا ببینیم، وکلا ناگزیرن که در چارچوب اجرای قانونیشون صحبت کنن. درباره اون سفارش به دکترا اونم، ولی واقعا چجوری میشه قبول کرد که یکی و مامورای دادستانی و زندان و هر قصابخونه دیگه‌ای ببرن بیمارستان، دکترا میبینن که بیمار سرش شکافته است از زخم ضربه‌ای که خورده، بعد بهشون میگن این اعتصاب قضا کرده که از حال رفته، دکتران بگن خب پس بهش انسولین وصل میکنیم یه خود جون بگیره، بعدم که بیمار بمیره دکترها بگن خب چیکار کنیم، به ما گفته بودن اعتصاب قضا کرده بود، ما هم بهش سرم قند وصل کردیم تا حالش جا بیاد ولی مرد. حتی گفتن این که اینا رو کسی قبول نمیکنه رقت انگیزه واقعا. اینجوری حکومت میکنن اینا. خب با این همه هزینه کردن برای خریدن همه از جمله دکترای بیمارستان، اصلا ممکنه که خود آقایون بپذیرن که پرونده بازخوانی بشه؟ چون الان دارن برعکس 14 سال پیش میگن که این پرونده بسته نشده و میتواند دوباره نمیدونم بررسی بشه. این آیا به این معنی است که مرتضوی به عنوان قاتل زهرا کاظمی واقعا معرفی میشه؟ آقای یونسی چون وزیر اطلاعات بوده و روی این پرونده بسیار از لحاظ فنی خوب کار کرده بود وزارت اطلاعات، مطلبی رو گفته، میگه مسئولیت قتل با ایشونه، که من نمیدانم مقصود ایشان این است که مسئولیت قتل عمد با ایشان است یا در اثر کوتاهی‌هایی که شده یا در بیمارستان درست رسیدگی نشده مثلا مسئولیت با مرتضوی هست، و الا این دو ضربه که مشخص بشود که در اثر فوت در اثر کدام ضربه بوده قاتل مشخص. من تصور میکنم که این با این سابقه ای که وجود داره، میدونه این یه مطلب کاملا فنی و تکنیکیه، اگر روشن بشود که این ضربه این فوت ناشی از ضربه اول بوده، خب این قاتلش مشخص است، ضربه اول آقای علی بخشی زده بود. اگر روشن بشود که نه، در اثر ضربه که بعد منجر به بیمارستان هست، در اونجا خب آقای مرتضوی و یکی از معاونینش و یکی از مامورینش در اونجا حضور داشتن، اونها باید مسئولیت و باید با تحقیقات روشن بشه و تقریبا پرونده نسبتا روشنی هست. این علی بخشی کیه؟ مأمور زندانه یا مأمور دادستانی که اول زد ضربه اولی رو به خانم کاظمی؟ علی بخشی خب به اصطلاح از این مأمورهای بسیار تندروی خشنی بود که خب خیلی ها رو کتک میزد و اینها در زندان، ظاهرا شنیدم فوتم کرده، حالا نمیدونم راست هست یا دروغ، نمیدونم صحت و سقمشو نمیدونم، ولی گفتن فوتم کرده. ولی به هر حال دادسرا در ارتباط با قتل زهرا کاظمی مقصره. اگر این مسائل رو بگذاریم رو هم، تحقیقاتی هم که من میرفتم در مجلس توسط کمیسیون اصل 90 از من میشد و کمیسیون امنیت اجتماعی مجلس، اونها هم به همین نتیجه رسیده بودن و نتیجتاً بار اول که گزارش رو آقای انصاری راد میخواستن بخونن، ظاهراً تعرضاتی شده بود و حالا نمیدونم از اون بالا پایینشون کشیدن چی به چه اتفاقی افتاد، چون حملات زیادی از طرف نمایندگان طرفدار مرتضوی انجام میشد. و بار دوم آقای محسن آرمین گزارش رو به طور کامل خون، گرچه خب با چیزها مشکلاتی هم روبرو شد ولی گزارش رو تمام کرد. اونا نمایندگان طرفدار مرتضوی در واقع نبودن، در حقیقت اونا نمایندگان طرفدار مشتبه خامنه‌ای و خود رهبر معظم بودن بیش از بقیه.
بذارین گزارش محسن آرمین نماینده مجلس ششم رو بشنویم در صحن علنی مجلس. خانم زهرا کاظمی خبرنگار تبعه کشور کانادا روز دوم تیر ماه در مقابل زندان اوین و هنگامی که مشغول گرفتن عکس از تجمع خانواده های بازداشتگان بود با ضرب و شتم دستگیر می‌شود. قاضی مرتضوی به جای رعایت حریم خبرنگاری، توجه به آبرو و حیثیت کشور و بهانه ندادن به مخالفان نظام و برخورد با ماموران متخلفی که این خبرنگار را مورد ضرب و شتم قرار دادند، حکم بازداشت وی را صادر می‌کند. پس از دو روز بازجویی، یعنی در روز چهارم تیر ماه، به دلیل نامعلومی وی را به نیروی انتظامی تحویل می‌دهند. زهرا کاظمی به بازجویان نیروی انتظامی می‌گوید که به هنگام بازجویی در دادستانی به ویژه از ناحیه سر موجب مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. بعد از ظهر همان روز وی به دستور مرتضوی به دادستانی اوین عودت داده می‌شود و پس از چند ساعت از وزارت اطلاعات می‌خواهند او را تحویل بگیرند. به گفته مقامات وزارت اطلاعات، این وزارت اعلام می‌کند بازداشت وی ضرورت ندارد، ایشان را به محل اقامت خود بفرستید و ما در همانجا از او بازجویی می‌کنیم. اما قاضی مرتضوی نمی‌پذیرد و وزارت را ملزم به تحویل گرفتن وی می‌کند. زهرا کاظمی به هنگام بازجویی ابراز ناراحتی می‌کند. پنجم تیر ماه ساعت 12 شب وی را به بیمارستان منتقل می‌کنند و ساعت 6 صبح روز بعد، یعنی روز ششم، حالش وخیم شده و به علت خونریزی مغزی به کما می رود و دچار مرگ مغزی می شود. علت خونریزی ضربه مغزی و شکستگی جنجنه تشخیص داده می شود. زهرا کاظمی تا روز 19 تیر ماه علی‌رغم مرگ مغزی در دستگاه تنفس مصنوعی نگهداری می شود و پس از این تاریخ مرگ وی اعلام می گردد. قاضی مرتضوی پس از درگذشت وی خارج از حیطه مسئولیت و بدون اطلاع به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیر کل رسانه‌های خارجی این وزارت را احضار می‌کند و از وی می‌خواهد طی مصاحبه فوت وی را به علت سکته مغزی اعلام کند. وی پس از مصاحبه مدیر کل مذکور چند بار با خبرگزاری تماس می‌گیرد تا خبر مصاحبه را سریعاً مخابره کند. تمامی اطلاعاتی که می‌دهم مستند و دقیق است. به گفته خانواده زهرا کاظمی، دادستانی اصرار به دفن سریع وی داشته است. همکاران عزیز، من میدانم قاضی مرتضوی در سطحی نیست که بتواند بدون پشتوانه دستشین این اقداماتی بزند. خب بذارین بقیهشو از آقای محمد حسین خوشوقت، مدیر کل مطبوعات و رسانه‌های خارجی وزارت ارشاد دولت وقت بشنویم که محسن آرمین در مجلس اشاره کرد به ایشون که داستان چه بوده. قبلش نقطه رو بگم که ببینین کیا بر مملکت حاکمن. آقای خوشوقت که لطف کردن بعد از حدود 15 سال و بعد از حرفای جونسی وزیر اطلاعات اون موقع اومدن بخشی از حقیقت رو گفتن که البته دستشون درد نکنه، در همین حد هم ایشون پسر آیت الله خوشوقتن که یکی از فتوادهندگان اصلی قتل روشنفکران و نویسندگان تو همون دهه 70 بود که دولت رفسنجانی و خاتمی سر کار بودن و پسر اون آیت الله خوشوقت مدیر کل مطبوعات وزارت ارشاد دولت خاتمی بود. همه با هم بودن، هنوزم هستن. آقای محمد حسین خوشوقت مدیر کل مطبوعات و رسانه‌های خارجی وزارت ارشاد میگن در مصاحبه‌ای که همین سه روز پیش کردن، چهارم تیر سال 82 از دفتر سعید مرتضوی با من تماس گرفتن و گفتن که او میخواهد ملاقات با شما داشته باشد، فوری مراجعه کنید و یک ضامن معتبر هم همراه خود بیاورید. با رئیس اداره خبرنگاران خارجی به عنوان ضامن به دفتر دادستان رفتیم. در آنجا مرتضوی اظهار داشت زهرا کاظمی در اعترافات خود تصریح کرده که جاسوس است و مجوز فعالیتش را از وزارت ارشاد، یعنی از منی که گفته برم پیشش احضارم کرده، از وزارت ارشاد گرفته است. گفتم پرونده زهرا کاظمی هست و ما از وزارت اطلاعات استعلام کرده ایم و پاسخ مثبت دریافت کردیم. اما مرتضوی به من گفت شما متهم به معاونت در جرم جاسوسی هستید و یک فرم در برابرم گذاشت که به عنوان متهم آن را پر کنم و خواست به عنوان متهم به سوالاتی پاسخ بدم. خلاصه مطلب اینا یه جر و بحثی میکنن با هم و مرتضوی متن ساختگی از چگونگی فوت زهرا کاظمی رو میده به خوشوقت
امضا کنه و بفرسته برای رسانه‌ها و خوشبخت تو همونجا حبس میکنه، نگرم داره پیش خودش تا روزنامه‌ها گزارش قلابی رو منتشر کنن که یه وقتی نره بیرون زنگ بزنه بگه که آقا این قلابیه. بعد که اون منتشر میشه بهش میگن خب حالا میتونی بری، ولی نباید به کسی بگی این کارو کردم. خوشبخت میگه شاهد حرفای من عبدالله ناصری، مدیر عامل وقت ایرنا، خبرگزاری دولت. آقای عبدالله ناصری میگه آقای خوشبخت در سربرگ معاونت مطبوعاتی مطالب را فکس کرده بودند به اتاق خبر. و من همینجا یه توضیح بدم، مطلب چی بود که مرتضوی دیکته میکنه به اینا؟ میگه آقا جان بنویس که این اتصاب قضا کرده بود و مرد و خودکشی کرد و مرد و اصلا به ماجرای حبس و ضرب و شتم و این داستانه اصلا اشاره نکن. به هر حال آقای خوشبخت در سربرگ معاونت مطبوعاتی مطالب را فکس کرده بودند به اتاق خبر و من خودم خبر را روی خط دیدم. مطلبی که مربوطش هم در ضمن میکنه به وزارت اطلاعات، میگه دادستانی رو وارد قضیه نکن. بعد از این بود که آقای خوشبخت تماس گرفتند و گفتند که ماجرا این چنین بوده است. با ایرنا تماس میگیره خوشبخت و حقیقت رو میگه. به همین دلیل بود که ما هم یک خبر تکمیلی کار کردیم و این موضوع رو هم با وزیر ارشاد و هم با چند تن از نمایندگان مجلس ششم در میان گذاشتیم. بعد از این گزارش ها نزدیک به 10 شب بود. حالا این مدیر عامل ایرناست که داره اینا رو میگه، خبرگزاری دولت. بعد از این گزارش ها نزدیک به 10 شب بود که آقای مرتضوی با من تماس گرفت و شروع کرد به گلایه کردن که چرا در کمیسیون فرهنگی مجلس علیه من گزارش داده ای؟ و من گفتم که به هر حال وقایع را گزارش دادم. از شواهد چنین برمی آمد که این اطلاعات را آقای حداد عادل که آن زمان در کمیسیون فرهنگی حضور داشت به ایشان منتقل کرده بود. خیلی جالبه این نکته. حداد عادل که اون موقع نماینده مجلس بود و نماینده شدنش هم البته خودش داستانی 6 ماه طول کشید و اینا، یعنی کردنش تو مجلس، خبرچین مرتضوی بوده در مجلس زمانی که مرتضوی دادستان تهران بود. میدونیم که بارها مرتضوی از پشت گرم خودش در بیت گفت مجتبی خامنه‌ای، کسی که حداد عادل پدرزنشه و همیشه سعی کرده در جلسات عمومی ازش دفاع کنه و مجیز مجتبی خامنه‌ای رو بگه. یعنی این مثلث مرتضوی حداد عادل مجتبی خامنه‌ای هم بسا در پرونده قتل زهرا کاظمی دست داشتن، مستقیم و غیر مستقیم. اینو باید بررسی عادلانه پرونده روشن کنه. برای این ثبت شده که حداد عادل در پیوند با پرونده زهرا کاظمی برای مرتضوی خبرچینی میکرده از مجلس. آقای عبدالله ناصری مدیر عامل وقت خبرگزاری ایرنا میگه مرتضوی در اون زمان چنان قدرتی داشت که هیچ کس نمیتوانست به حوزه او تعرض کند. حتی آقای هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه از همون ابتدای مسئولیتشان در قوه قضاییه در سال 77 قصد و اراده این را داشتن که مرتضوی را عوض کنند و من این را مستقیما از آقای مروی معاون وقت اول قوه قضاییه نقل می کنم. خود آقای مروی هم که رئیس محکمه قضات بود معتقد بود که مرتضوی چهره پرمسئله‌ای در سیستم قضایی است که خیلی سریع در این سیستم رشد جایگاه پیدا کرده بود، برای همین قصد جایگزینی او وجود داشت اما با مسائل دیگری مواجه شد و بعد از این ماجرا ارتقاء مقام پیدا کرد فلان. آقای عبدالله ناصری نمیگه که این مسائل دیگه مواجه شد چیه، میخواستن بذارنش کنار با مسائل دیگه مواجه شد. نمیدونم که اینا میخوان همه حقیقت رو بگن، شاید هیچ وقت. ببینید شاهرودی میخواست از شر مرتضوی خلاص بشه اما به قول عبدالله ناصری سال 84 با مسائل دیگری مواجه شد و حکم دادستانی سعید مرتضوی رو امضا کرد. داستان این بود که یه بار خدمتتون تو همین برنامه عرض کردم که جلسه ای که بحث بر سر تصمیم گیری نهایی جهت معرفی دادستان تهران بود در دفتر سال 84 در دفتر آقای شاهرودی، وسط جلسه تلفن زنگ میزنه از بیت رهبر معظم، آقای شاهرودی رو میخوان و همونجا دستور آقازاده رهبر معظم ابلاغ میشه. حجازی زنگ میزنه به شاهرودی و میگوید که علی اصغر میر حجازی که آقا مشتبه میگن برای دادستانی سعید مرتضوی مناسبه و ببینین تا کجا بیت معظم و مشتبه خامنه‌ای پشت مرتضوی رو گرم کرده بودن که اعلام میشود آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه رسیدگی به پرونده فوت زهرا کاظمی را به سعید مرتضوی دادستان تهران سپرد.
ببینید من دیگه توضیح نمیدم، همه چی دستتونه دیگه. به خود قاتل بارها این اتفاق افتاده در جمهوری اسلامی، شاید همیشه. به خود قاتل در ساختار سیاسی ایران، به خود قاتل میگن که برو پرونده رو، پرونده قتل رو بررسی کن، قاتل رو پیدا کن. باری ببینید، حتی مرتضوی انقدر همه کاره بوده در دستگاه که میرفته دفاتر ثبت داخل دستگاه‌های مختلف رو دستکاری میکرده، اون چیزی که به خودش مربوط بوده، که حتی ثبت بقایع رو به هم بزنه به نفع خودش. خوشوقت مدیر کل مطبوعاتی وزارت ارشاد، مدیر کل وقت، میگه مرتضوی همه‌شو دستکاری میکرد. میگه آقای یونسی وزیر اطلاعات وقت به من گفت یک دفتری موسوم به وقعه هست که زندانی هر کاری که انجام میدهد و هر جایی که برده میشود در آن با جزئیات ثبت میشود. آقای یونسی میگفت که دادستانی وقت رفته بود و حتی دفتر وقعه را دستکاری کرده بود که موضوع را بیاندازند گردن وزارت اطلاعات، البته به دلیل اینکه مسئولین وزارت اطلاعات قبلتر از آن دفتر وقعه کپی گرفته بودند این ترفند خونسا شد. ببینید ما خب فرصت نداریم همه صحبتمون رو با آقای سیف‌زاده پخش بکنیم. ببینید آقای سیف‌زاده در گفتگوی با اعتماد آنلاین گفتند که مسئله زهرا کاظمی قطعاً قتل عمد بود. با چه استنادی اینو می‌فرمایید آقای سیف‌زاده؟ 11 رو یک وکیل با من کار میکردن و اغلبم البته کارآموزهای خودمون بودن، چند تا وکیل پایه یک همکاری میکردن، بقیه کارآموزهای خودمون بودن، بنابراین مسئولیت همه اینها با من بوده و من در پاسخ صریح به مطالب حضرت عالی تا در آن زمان که در سراسر ایران نزدیک به 6000 پرونده خب زیر نظر من بود و توسط همکارانم وکالت یا خودم در شرکت میکردم یا سرکار خانم عبادی موقع که پرونده خیلی مهم بود اینها یا جناب آقای سلطانی، من به این مورد بر نخوردم که مسئله رو درست پیگیری کرده باشن و نتیجه بخش بوده و قانون و عدالت اجرا شده باشه. مطابق قوانین ایران من صحبت کردم که این قتل عام بوده، چون اگر توجه داشته باشید کارهایی که انجام میشه در این پرونده، از جمله یه مطلب درستی رو آقای یونسی گفته و آن این که در حالی که ما اعتقاد داشتیم ایشون جاسوس نیست، خانم زهر آقای مرتضوی بر جاسوس بودن زهرا کاظمی اصرار داشت. خب با توجه به سوابقی که من از ایشون دارم، خب این کارها رو زیاد از ایشون دیدم و بنابراین می توانم بگویم که با توجه به این که اون ضربه عمدن زده باشد، وقتی که ضربه به یه نقطه حساسی از بدن اصابت می کند قتل عمده. حالا اما از این که در اثر اون ضربه فوت شود یا در اثر این که ضربه رو بزنن سر به جای دیگه بخوره، این از موارد قتل عمد هست. نمیتوانیم قتل غیر عمد و اینها. ضمن این که دیوان عالی کشور که بالاترین مرجع قضایی کشور هست میگوید به مسئله قتل عمد رسیدگی نشده و این مسئله باید در دادگاه کیفری یک مورد رسیدگی قرار بگیرد. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر محمد سیف‌زاده، حقوقدان و وکیل خانواده زهرا کاظمی در تهران. این نکته‌ای که در آخر فرمودن آقای سیف‌زاده که دیوان عالی کشوری اون موقع تصمیمی که گرفت، رأیی که اعلام کرد، این بود که به موضوع قتل عمد رسیدگی نشده و برای همین میباید که
بررسی دوباره بشه و پرونده میره به دادگاه کیفری که یک جلسه هم رفت دادگاه کیفری و بعدم ریختن و گرفتن و همه چی رو همدستی احمدی نژاد و مرتضوی همه پرونده رو به و مشتبه خامنه‌ای همه پرونده رو به سرنوشت دوچار کرد که الان میبینین. آنچه که الان میگن که میگن پرونده مختومه نشده، میتونن با استناد به همون رأی دیوان عالی کشوری پرونده رو دوباره باز بکنن و به قتل هم رسیدگی بکنن. ولی اینا همه که داریم میگیم همون قانونیست که مرتضوی هم میگه. چرا امروز دارن دوباره اینا رو مطرح میکنن؟ گفتم بهتون، آیا میخوان خودشون رو خوبه بکنن آقای یونسی و دیگران در برابر مردم؟ بریم پرده آخر. آدم و حضرت حوا سلام الله علیهما، جد و جده هممون، این دوتا تو بهش دعواشون شد. حضرت آدم گفت واقعا حوا خانوم خب چه فایده ای داره این حرفا؟ این گفت من میخوام بدونم آدم، خدا بالاتر از من و تو، محبوب تر از من و تو موجودی خلق کرده؟ ندا اومد بیاد به فلان منزل بهش، یه چیزی به هیچ جایی وصل نبود، به هیچ جا وصل نبود، به هیچ جا تکیه زده نشده بود. میگه نگاه کردم دیدم یک حوریه زیباییست که آدم میگه تا نگاش کردم حوا رو فراموش کردم، حوا رو فراموش کردم تا نگاش کردم. گفتم این تاج رو سرش، گردنبند به گردنش دو تا گوشواره داره. گفتم خدایا این کیه؟ فرمود حاضری فاطمت و بنت محمد. خیلی خری. شب و روزگار خوش. راونگه.